اما در این بخش از برنامه در خدمت یک قربانی شکنجه هستیم. خانم مینا انتظاری، خوش اومدی به برنامه ما. خیلی ممنونم از دعوتی که از من کردین. منم سلام میکنم خدمت شما و مهمون گرامیتون آقای لاهجی. در مورد شما من این توضیح رو خدمت بینندگان و شنوندگان گرامی عرض کنم. خانم انتظاری از سال 60 تا 1367 در زندان بودند. ایشون خودشون بارها شکنجه شدند ولی بعد از آزادی به فعال در زمینه مبارزه با شکنجه به فعالیت در این زمینه ادامه دادند. فعالیت قابل توجهی داشتند، از جمله در این باره در کنگره آمریکا سخنرانی کردند. با این توضیح حالا توجیه هست که بپرسم شما چجوری دستگیر شدی، شکنجه شدید و بفرمایید. میدونم سخته در مورد اون سالها، اون لحظات صحبت کردن. دقیقاً. من خواستم در شروع صحبتام سلام کنم به مردم به پاخواسته میهنمون و ادای احترام بکنم به همه عزیزانی که طی این سالها به خاطر آزادی میهنمون در شکنجه‌های این حکومت جون عزیزشون رو از دست دادن و همینطور در قیام اخیر در خیابون‌ها. و به تک تک اونها ادای احترام میکنم. کیانوش آسا، ندا سهراب، سیاوش نظام الملک، حنیف امامی و ترانه موسوی عزیز و همگی اونها. خب حالا در مورد خودتون چجوری اگه ممکن هست چه شکنجه هایی دیدید، چه اتفاقی براتون افتاد؟ خب سالهای زیادی بود، 7 سال، ولی با توجه به وقت برنامه ما کوتاه بفرمایید ممنون میشم. من سال 1360 موقعی که در واقع تینیجر بودم، کمتر از 19 سال سن داشتم، به خاطر عقیده سیاسی که داشتم و به خصوص شرکت در تظاهرات های اون موقع و به خصوص 3 خرداد سال 60، در شهریور سال 60 اومدن تو خونه ما و منو برای پرسیدن چند تا سوال، اینجوری که خود پاسدارا گفتن، بردن به کمیته و شب بعدش، روز بعدش منو در واقع به زندان اوین منتقل کردن و البته به خانوادم گفتن که 1-2 ساعت بیشتر طول نمیکشه. روز بعد منو به زندان اوین منتقل کردن، از همونجا به من چشمند بستند و با چشمند و چادر و اینا پشت پاسدار حرکت میکردم. در بدو ورود منو بردن، بعد از چند قدم گفتن که بایست و چشمند رو باز کن و هیچ جای دیگر نگاه نکن به جز روبروی خودت. وقتی من چشمندم رو باز کردم، جلوی خودم جنازه یک جوان رو دیدم که دار زده بودن و از درخت، یکی از درخت های اوین توی محوطه اوین، اونو بعد از شکنجه‌های خیلی زیاد چون میشد روی بدنش ببین، اونو دار زده بودن و به من گفت اینو ببین و صدات هم در نیاد، فقط خواستم بهت بگم اینجا اوینه و سرنوشت همه شما اینه. و پشت سر اون منو بردن به ساختمانی که به ساختمان دادستانی معروف بود، یه ساختمان 3 طبقه بود، بردن به طبقه دوم. اونجا اتاقای دو طرف این سالن، اتاقای بازجویی بود. در مورد خودتون شکنجه خاصی شدید؟ یعنی هر نوع شکنجه؟ از همون بعد به ورود به زندان، وقتی که زندانی با چشمند وارد میشه، این خودش آغاز شکنجه و آزاره. یعنی زندانی هیچ جا رو نمیبینه، هیچ تسلطی به محیط خودش نداره، نمیدونه اصلا چه خبره. وقتی که وارد اتاق بازجویی شدم، از همونجا ضرب و شتم شروع شد. برگه جلوی من میذاشتن که به سوالاشون جواب بدم، کافی بود که جوابایی رو که اونا میخوان ندی، اهانت بود که بهت میشد، پرت میشدی اون طرف، با همون حالت پرتت میکردم، یه دفعه با صندلی پرت شدم اون طرف. ضرب و شتم دیگه عادی ترین چیزی بود که نثار زندانی میشه، یعنی توپ فوتبال، یکی اصطلاحی بود به اسم توپ فوتبال که زندانی رو مثل توپ پرتش میکنن از بازجو به سمت هم دیگه. بعد همزمان چند نفر توی اتاق بازجویی میشدن، من حس میکردم که پشت سر من یه نفر به سقف آویزونه و تو شرایط خیلی سختی دارن اونو بازجویش میکنن. صدای ناله میومد از همه طرف. بعد که بازجوی خودم توی ظرف مدت خیلی کوتاهی تموم شد و پشت در اتاق نشستم، صدای ناله زندانی های مختلف، زن، پیر، جوان، دختر، پسر، از اتاقای مختلف میومد. توی تمام فاصله که گهگاه میخواستن در واقع زندانی رو منتقلش کنن، من باید مواظب میبودم، چون من با چشمم بودم، مواظب می بودم که یه وقت پامو روی پای شکنجه شده زندانی دیگه این نذارم. زیر پا حس می کردی زمین خیسه از خونی که از زندانی ریخته بود. تمام مراحل اینا در واقع زجر و شکنجه بود که به زندانی داده می شد. وقتی که به بند منتقل می شدی،
با تعداد خیلی زیادی زندانی در یک حجم بسیار کوتاهی، حجم بسیار کوچیکی مواجه می‌شدید، طوری که زندانی‌ها جای حرکت نداشتن. بله ممنونم. برمیگردیم به شما. اجازه بفرمایید پرسشی رو با آقای دکتر لایجی. خانم انتظاری، شنیدید درباره مسئله تجاوز جنسی هم صحبت شد، شما شاهد چیزی بودید در این رابطه؟ آیا کسی رو دیدید که چنین شکنجه‌ای شده باشه، یا شکنجه‌های دیگه؟ مشاهدات عینی خودتون از دیگران، دیگر هم سلولی هایتون، هم بندیاتون؟ من چون مدت 7 سال زندان بودم، در واقع میتونم بگم موردهای مختلف شکنجه رو دیدم. شاید خیلی از شکنجه رو شخصا خودم نشده بودم، ولی قربانیانش رو دیدم، از هم سلولی های من، هم بندی های من. به طور مثال من رو بحث تجاوز به زندانیان شما مطرح کردین، من نمونه دختر نوجوانی رو دیدم، حدود 16-17 سال سنش بود وقتی که دستگیرش کرده بودن. دختر بسیار زیبا و معصومی بود و اون رو ما شنیدیم که بهش تجاوز شده بود، به همین دلیل دچار روانپریشی شده بود، دچار شکست عصبی شده بود. من چند نمونه از زندانیان که دیدم و توی بند آوردن و وقتی که میدیدمشون دچار شکست عصبی یا ناراحتی روحی و روانی شدن، برامون مسجل شده بود که به اینها تجاوز جنسی شده. یا حتی این دختر نوجوان رو انداخته بودن یه مدتی توی سلول گوهردشت، توی زندان گوهردشت، توی سلول یک زندانی دیگه که اون رو هم از قربانیان شکنجهگاهی به نام واحد مسکونی توی زندان قزلحصار بود و دچار شکست عصبی کامل شده بود و هیچ گونه راه برگشت دیگه نبود، و این دختر نوجوان رو انداخته بودنش توی اون سلول تا مطمئن بشن که حال اونم بد بشه، و بعد از مدتی اونو خارجش کردن و آوردنش توی بند ما. و ما که متوجه شرایط اون شدیم، سعی کردیم این مقدار بهش برسیم، مواظبش بودیم، و این دختر تمام مدت به روی خودش خیره بود و با هیچ کس حرف نمیزد. و بعد از این مدت که این مقدار اعتماد بچه ها رو جلب کردیم بهش، شروع کرد یه مقدار به صحبت کردن، پاسدارانو فهمیدن و بلافاصله از بند خارجش کردن. بسم الله الرحمن الرحیم. من هر روزی که از این انقلاب میگذرد بیشتر توجه به این معنا بیشتر پیدا میکنم که ما انقلابی عمل نکردیم، ما یا مقصریم یا قاصر. بلحظا ما باید این اشتباهات سابق را جبران کنیم. اگر ما اون خطا را نکرده بودیم که هی آمدن به من گفتن، هی گفتن، هی گفتن این مصلحت اندیشان که اینهایی که سازمانی هایی که نکشتن آدم و که نکردن، این عفو بشه، این عفو بر خطا واقع شد و اینها ریختند مشغول توتر شدند. یک جمعیتی که در دست ما بودن رهاش میکردیم، یه دستیتی که باید بگیریم دیگه نگرفتیم. ما اگر مثل اون انقلابایی که در دنیا واقعی میشد از اول عمل کرده بودیم که به مجرد این که پیروزی حاصل شد تمام درها رو ببندیم و تمام رفت آمدها رو منقطع کنیم و تمام این گروه ها رو خفه کنیم یا کنار بگذاریم و منحل کنیم تمام این گروه هایی که بودن و با شدت عمل کنیم باشون، این گرفتاری ها برای ما پیدا نمی شد که ما هر روز عذاب گیریم، هر روز
شهید داشته باشه. و این از دست ما گذشت و در بارگاه خدا ما استغفار میکنیم. از این به بعد نباید این چیز بشه، نباید تکرار بشه.